با نام و یاد خداوند مهربان و مهرورز بینندگان عزیز درود و سلام خدا بر همه شما باد بار الله تو را شکر میگوییم و از تا کمک میخواهیم که ما را در شکر توفیق دهیم خدایا ما را از جمله کسانی قرار مده که تو را فراموش کردند و در نتیجه خود و آنچه که به صلاح خودشون هست و فراموش کردند امروز صحبت در حدیث داریم کتاب راز صالحین هست در باره, باره حقوق مسلمان ها هست قبل از اینکه به مبحث مورد نظرمون وارد بشیم سه آیه از قرآن جلب نظر میکنه که مناسب هست با این وقایعی که در حال حاضر رخ میدهد قرآن البته همیشگی است تاریخی نیست یعنی اینکه ما حتی بخوام تفسیر تاریخی نداریم تفسیر تاریخی اینه که فقط این که در زمان رسول الله بود و نخواهیم که الان در زندگی خودمون اونو عملیش کنیم قرآن برای هر زمان است و انسان میتونه بفهمه که الان داره قرآن در مورد این حادثه نازل شده و یا از این حادثه خبر داده در سوره مبارکه نحل دقت کنید به این آیات آیات 45 46 47 از سوره مبارکه نحل میفروند که أفأمن؟, أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم کسانی که کارهای بد میکنند ندیدن که و نمی‌دونند که خدا چه کار کرد با کسانی که بدکار بودند، نیرنگ ها و مکر هایی کردن برای مبارزه با دین خدا با انبیا برای سرکوب کردن دعوت حق نمیدونن که خدا با آنها چه کار کرد که اینها خود را در امان می بینند از اینکه خدا آنها را در زمین فرو برد یا از جایی که انتظارش نداشتند نداشتند عذاب سراغشان بیاید یا در رفت آمدشون در اوج قدرتی که دارند آنها را بگیرد یا در با تسلط کردن ترس و کمبودها بر آنها آنها را بگیرد دقت کنید با توجه به این آیه اولا که اومدن عذاب میگه که از جایی که انسان سراغش نداره انتظار نداره معمولا وقتی انسان انتظار چیزی رو داره آمادگی براش پیدا میکنه آماده میشه ورای آن چیزی که انتظار داره حالا اونی که در میدان هست مبارزه با دشمن داره خب میدونه که از دشمن امکان داره از کجا حمله کنه چه زمان امکان داره حمله کنه احتیاطات لازم میگیره اما اگر کلا قضیه برعکس بشه از جای بیوه حمله شود که انتظارش نداشت خب من حيث لا یشعرون از جایی که انتظارش نداشت خب خیلی وقت است که از جایی که انتظارش ندارند در ذهنشون نمی گنجید عذاب میاد خدا آنها را میگیرد یا خودهم یاتیهم اینجا فرمود عذاب میاد یعنی اینکه نه در مسیر دیگه را افتادند در مسیر اومدن که عذاب به اونها برخورد خواهد کرد یه مسیری است که رحمت خداست یک مسیری است که عذاب هست انتخاب با خود انسان هست پس وقتی که اندیشه های بد مکر های بد برای غارت انسان ها برای بردی کشاندن انسان ها برای اینکه نور حق و توحید به اونها نرسد برای مبارزه با قرآن با دین به کار برده میشه میفرمایند که عذاب امکان داره بیاد از جایی که اینها انتظارشو ندارن یا در اوج اون قدرت فی تقلبهم تقلب یعنی حرکت چرخش یعنی اینکه قدرت دارن دلالت بر قدرت میده قدرت اقتصادی قدرت سیاسیشون نظامیشون حالا هر چی باشه در اوج این قدرت یا خود هم خدا آنها را بگیرد این قدرت و مالی که داشتن هیچی او یاخذهم خود هم تخوف یا اینکه بر آنها ترس و کمبودها مسلط کند یا خودهم علی تخوف ترس دارد ترسی که الان در خود چین هست و سایر کشورها از یک بیماری این ویروس ویروس کرونا یا خودهم تخوف این ترس که پیش میاد دنبالش کمبودها میاد دیگه وقتی ترس از این بیماری سبب میشه که یک شهر بسیار بزرگی چل میلیون انسانو قرنطینه کنند یک شهری که شهر صنعت هست دانشگاه های زیادی داره شهر حرکت هست شهر همطور که فرمون فی شهر قدرت مالی است قدرت علمی است در نتیجه ضررهایی که وارد می شود خیلی سنگین هست خب الان بیش از 500 میلیارد دلار خب به اقتصاد چین ضربه وارد کرده همین بیماری قبلش چند وقت قبل رئیس چین گفت که ما یک قدرت بسیار بزرگ جهانی هستیم علت حال بالاخره کسانی که فرمان که مکر و این انتظار رو داشته باشن این نیست که اینها همه کاره جهان هستی باشند هر کار بخواند بکنند یک قوانینی هست که بر این جهان حاکم هست و هر کس هم که در هر قدرتی باشه وقتی که با این قوانین برخورد کند این قوانین بر آنها غالب می شود فرمون که فما هم به معجزین نمیتون خدا را عاجز و ناتوان کنند قوانینی که خدا قرار داده بشر هیچ وقت نمیتونه با این قوانین در بیفتد با قوانینی که خدا قرار داده چگونه انسان میتونه با ذات الله در بیافتد بس پس این یک درسی است انسان بدونه که هر وقت که نقشه بدی کشید به ضرر خودش هست ولا یحیق المکر و الا به اهله مکرهای بد فقط به چه کسانی برمیگرده چه کسانی را در بر میگیرد صاحبانش به خودش برمیگرده چاه میکنه خودش تو چاه میافتد این از قوانینی نیست که خداوند در قرآن ذکر فرمودن بالاخره قرآن کتاب قانون هست در اوج این قدرتشون چگونه خداوند تمدنهایی از بین رفتند به خاطر اینکه با قوانین خدا در تضاد بودند. بر خلاف قوانین عدل و درست را رفتن در راه خیر نرفتن قدم گذاشتن راه شر در نتیجه تمدنی که ساخته شد از بین می رود باعث حلاکت انسان می شود این آیاتو فقط من خواستم که تذکر بدم از سوره مبارکه نحل بود اما بحث مورد امروز ما از کتاب امام نبوی ریاض الصالحین باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقهم و شفقت علیهم و رحمتهم در مورد تعظیم حرمات مسلمین آن چیزی که حرمت داره حق مسلمون هست باید احترام گذاشت حقوق مسلمون ها و شفقت و رحمت بر مسلمون ها اولین حدیثی که نقل میکند امام نووی رحمت الله رحمت الله علی از ابو موسی اشعری است رضی الله عنه که گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و فرمودن فرمودند المؤمن و للمؤمن كالبنيان مؤمن با مؤمن مثل یک ساختمون هست یا شد و بعضوه و بعضن که آنچه که در این ساختمان به کار برده میشه همدیگر رو در این ساختمان سازی کمک میکنن و بدون این ساختمون ساخته نمیشه بعد و شبک بین اصابعه در بین انگشتانشون انگشتان در هم وارد کرد متفق علیه خب حالا ما در اینجا قبل از اینکه وارد حدیث بشیم یه شرح مختصری از خود ابو موسی اشعری رضی الله عنه خواهیم داشت ابو موسی اشعری دوم این اصطلاح محدثین وقتی میگن که متفق علیه این معناش چیه متفق علیه خب برگردیم به ابو موسای اشعری رضی الله ابو موسای اشعری همطور که امام زهبی در سیر عالم النبلا اونو معرف میکنه میگه که عبدالله ابن قیس ابن سلیم یا سلیم ابن حضار ابن حرب بعد میگه الامام الكبیر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولا شما در مورد ابو موسای اشعری در ایران در فرهنگ ایران در روایت‌های ضعیف تاریخی یک شخصت ضعیفی معرفی شده که فریب میخوره در قضیه تحکیم همه اینو بیاد دارید که چگونه امر العاص یک انسان زیرکی بود و ابو موسای اشعری رو فریب داد و ابو موسا اومد خلع کرد حضرت علی خب مگه اینقدر این, این روایت رکیک و زشت هست مگی ابو موسا میتونه که حضرت علی را خلع کند و یا اصلا از صلاحیات اینها بود این قضیه اینها برای یه قضیه اومده بودن اصلا از صلاحیت ابو موسا نیست که بیاد حضرت علی را خلع کند خب بعد میگه ابو موسا الاشعری التمیمی الفقیه المقره از جمله فقها هست و قارع قرآن بوده ابو موسای اشعری مشهور هست صدای خیلی خوبی داشته گفته میشه که از یعنی زیباترین صدا را داشته در میان اصحاب رسول الله که رسول الله فرماند که لقد اعطیت مزامیرن مزمار من مزامیر آل داوود حضرت داوود خیلی صداش خوش بوده میگه تو هم یکی از این از این خوش صدایی داوود به تو داده شده خیلی صداش خوش بوده ابو موسی اشعری رضی الله عنه خیلی جالب است در همون زمانی که فتح خیبر رخ میدهد همراه با حضرت جعفر رضی الله عنهم اجمعین از حبشه میان میرسن به مدینه زمانی بوده که رسول الله صلی الله علیه و خیبر رو فتح کرده بودند و رسول الله صلی الله علیه کسانی که از حبشه اومده بودن و در غنیمت خیبر سهم کردن بهشون سهمیه دادند و کسانی هم که در خیبر اگر حضور نداشته از مردم دیگه در خیبر حضور نداشتند در این غزوه خب براشون سهمیه قرار داده نشد اما برای اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دادند خب میاد به بصره در زمان حضرت در زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر اونو میفرسته همراه با معاذ عبدالله ابن قیس ابو موسی اشعری عبدالله ابن قیس اسمشه مشهور به ابو موسی عبدالله ابن قیس همراه با معاد و میفرستند به یمن عنوان قاضی و دعوتگر در زمان خلافت حضرت عمر والی بصره و کوفه بوده و همچنین در زمان حضرت عثمان در کوفه والی بوده در همونجا هم فوت میکنه سال 42 فتح اصفهان به دست ابو موسی اشعری بوده و همچنین فتح تستور در خوزستان اینها از فضائل ابو موسی اشعری عبدالله بن قیس هست قاری اهل بصره بوده و فقیه اهل بصره بوده از جمله کسانی است که قرآن رو بر پیامبر خونده در که امام ذهبی رحمت الله علیه میگه که باب در رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث در بخاری و مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم که اللهم اغفر لعبد الله بن قیس ذنبه و ادخله یوم القیامه مدخلا کریما خدایا گناهان عبد الله بن قیس بیامرز و در روز قیامت او را در جایگاه خوبی قرار ده این عبد الله بن قیس است صحابی بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرم فرماندهان بود عالم بوده قاری قرآن بوده فقیه بوده حتی شعبی در مورد اون میگه که از جمله فقه های این امت بوده میگه که کسانی که من دیدم یعنی از نظر علمی میگه که پنج فقیه هستن عمر، علی، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن قیس که ابو موسای اشعری هست و یکی دیگه ذکر میکنه تو زهر من نیست پس عبدالله ابن قیس ابو موسی اشعری از نظر خیلی از علما به عنوان از فقه ها هست قاضی بوده حاکم بوده چطوری این سادگی مثلا امر اون اونو فریب داد یعنی این دروغ هایی که ساخته میشه متاسفانه که از یه طرف همیشه میخوان کسانی که طرفداران حق بودن انسان های ساده متاسفانه نفهمی معرفی میکنن در مقابل کسانی که مخالف و حضرت علی بودند انسان زیرک بودند انسان‌های های بودند اما اونایی که زیرک بودند مخالفن اونهایی که با حضرت علی بودند انسان های و بلا. متاسفانه این گونه برداشت قرار دادند و این یک برداشت خیلی غلطی است دقت کنید ابو موسی اشعری پس یکی از از جمله فقها و علما هست این یکی دوم در مورد این اصطلاحی که در آخر حدیث با هم دیدیم نوشته بود که متفق علیه این متفق علیه دقت کنید اینجا فرموده بعد از اینکه روایت میکنه میگه که متفق علیه بر آن اتفاق شده کی اتفاق کرده و چه زمانی میگن متفق علیه یعنی بخاری و مسلم امام بخاری و امام مسلم اون روایت کردند این در نزد اکثر محدثین گونه است آنچه که امام بخاری و مسلم روایت کردند و یکیست. صحابی یکی است صحابی یکی است الان هم امام بخاری و هم امام مسلم با سند خودشون از ابو موسی اشعری روایت کردن از رسول الله یعنی هم امام بخاری و هم امام مسلم هر دو از ابو موسی اشعری روایت کردن وقتی که صحابی هر دو از یک صحابی روایت کنند، میشه چی متفق علیه اما زمانی که حالا امکان داره متن هم یکی باشه اما از طریق دو تا صحابی باشه ابو موسا باشه مثلا عمر باشه ابو هریره باشه و یا سع... ابو سعید خدری باشه یک متن هست اما از دو تا صحابی است یه صحابی نیست اینجا میگن که اخرجه البخاری و مسلم یا میگن که اخرجاهو پس این اصطلاح متفق علیه زمانی میشه که هم امام بخاری و هم مسلم از یک صحابی روایت میکنن پس این مختص برای بخاری و مسلم هست یعنی مگر اینکه یک مصنفی یک معلفی بیا در ابتدای کتابش بگه که اصطلاح من در مورد متفق علیه چیست همونطور که جد ابن تیمیه وقتی اون کتابی کتاب داره در شوکانی اون شرح داده میگه که اصطلاح متفقون علیه نزد من حدیثی است که بخاری و مسلم و امام احمد روایت کردند. خب این اصطلاحی است که خودش قرار داده. اما اصطلاح محدثین بیشتر محدثین اینه که متفقون علیه زمانی که امام بخاری و امام مسلم میان از یک صحابی یک صحابی از رسول الله صلی الله علیه و حدیث نقل میکنند. شد دو تا صحابی همون حدیث هم باشه میگن که اخرجه البخاری و مسلم رواه البخاری و مسلم خب اینم از این اصطلاح اما خود حدیث برگردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که به فرمود المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا و شبک بین اصابعه شبک بین اصابعه یعنی انگوشان شدن هم فرو برد این گونه هستن مؤمن نسبت به هم دیگه حالا اولا در اینجا میفرمان که المؤمن و للمؤمن پس الان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حقیقتی را بیان می داره که رابطه بین مؤمنین رو بیان می کنه. این رابطه رابطه برادری ایمانی است انما المؤمنون اخوه پس رابطه بین مؤمن و مؤمن بر خاطر چیه برادری ایمانی است همونطور که میدونیم که انسان دو تولد داره یک تولد که از پدر و مادر هست و برادران و خواهرانی داره و یک تولد ایمانی است این تولد ایمانی همه کسانی که به این قضیه ایمان دارند برادرانش میشن و هیچ وقت از هم گسسته نمیشه ادامه دارد تا قیامت حتی میبینیم که در روز قیامت میبینیم که میفران که الاخلاء یومئذ بعضهم بعض الا المتقین کسانی که در دنیا دوستان همدیگه بودند بر اساس مصالح روابط دنیوی همه دشمن همدیگه هستند مگر آن دوستی که بر اساس ایمان بوده ایمان به خدا متقین پس این اخوت برادری میموند انما المؤمنون اخوه میگه مؤمنان، تنها مؤمنان برادران همدیگه هستند اینها برادران همدیگه هستند پس این اخوت ایمانی در اینجا رسول الله صلی الله علیه و بیان میکنند که چگونه هستند این برادر مؤمن برادران مؤمن اخوت ایمانی خب میدونیم که بر اساس اعتقاد انسان به الله و به پیامبرش و چنگ زدن به قرآن به وجود میاد دیگه این اخوت و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و یا که و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم خدا بود که الفت به وجود آورد در بین قلباشون و برادر شدن اگه تو تمام آنچه که در زمین بود انفاق می کردی می بخشیدی که بتونی در بین قلب اینها الفت به وجود بیاری نمی تونستی نمیشه با مال ایجاد الفت کرد کل آنچه که در دنیا داشته باشه انفاق کنی نمی تونی ایجاد الفت کنی چون بر یک اساس مادی است اما وقتی که بر اساس ایمان به الله باشه این الفت به وجود میاد چه چیزی این الفت رو به وجود میاره خب ایمان به خداست قرآن هست که این حافظ این الفت می شود الفت به وسیله قرآن به وجود ماد که فرمان که وعتصمو به حبل الله جمیعا چنگ بزنید برای این که این اخوتتون این برادریتون ادامه یافته باشه این الفت به ادامه داشته باشه این هدایت ادامه داشته باشه بایستی به قرآن چنگ زد پس در این, این حدیث حقیقتا اصل و اساس قرآنی داره همه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که در مسائل دینیمون هست اخلاقیمون هست یه از شما دقت کنید یک اساس های و اصول های قرآنی داره در این حدیث میفران که المؤمن للمؤمن مؤمن در بر... مورد برادر مسلمونش پس اینجا میگه که هر مؤمن یک شخصیت مستقل است پس قرآن میاد اولا شخصیت های می سازه، شخصیت های مستقل هر شخصیتی به وسیله قرآن ساخته می شود که ایمان داره به الله به آخرت حالا اصول ایمان که میدونیم و عمل صالح که انجام ده عمل صالح یعنی اینکه انسان بعد از ایمانش باید یک عنصر مفید در جامعه باشه. چه, چه زمانی میشه که المؤمن و للمؤمن کالبنیان به عنوان که مفید باشد آقا شما در ساختمان سازی از چیزی که مفید نیست استفاده نمیبرید به کار نمیبرید آقا چیزی که خراب شده فاسد شده شما نمیتونید در مساله ساختمانیتون به کار ببرید مگر این انسان غل و به کار ببره پس هر کسی که بر اساس این حدیث و آیات وقتی میفرن که المؤمن للمؤمن ایمان انسانو یک شخصیت قرار میده شخصیت مستقل و بعد مش یک شخصیت مفید فعال که فرمودن که ایمن کسانی که ایمان صالح انجام الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعمل الصالحات آمن آمن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين تابوا واصلحوا وبين همیشه ایمان و بعد عمل صالح مفيد مفید بودن در جامعه است این عمل صالح چه عملی باشه که به خودت میرسه و عملی که به جامعه به دیگران میرسد نفعش به دیگران هم میرسد پس عمل صالح شامل این دو نوع عمل هست اون عملی که به خود انسان میرسد نفعش و همچنین عملهایی که بایستی به نفعش به دیگران برسد حالا این جامعه که الان ساخته شده از افرادی که مؤمن هستند و مفید هستند اینها در کنار همدیگر تشکیل یک جامعه میدن یک ساختمان زیبا را درست میکنند شما دقت کنید در یک ساختمان سازی از موادی که به کار برده میشه خب شما از چه سنگی چه آجوری میخواید استفاده کنید میخواد از تابوک باشه از هر ماده که میخواد درست سعی میکنید چیز خوب انتخاب کنید بعد با هم تجانس داشته باشه با هم بخورن میشه شما اگه ماده سوم که با هم نتونن یک نوع تجانسی داشته باشن یک نوع به هم بخورن مچ شوند که نمیشه ساختمون به زودی زود از هم میباشه خیلی زود خراب میشود اینجاست که این شخصی این مؤمن ها که در کنار همدیگه قرار میگیرند و یک جامعه میسازند هر کدام شخصیت خودشون حفظ میکنن بدون اینکه شخصیت حقیقی خودشون از دست بدن و هیچ اراده ای نداشته باشن بلکه صاحبان اراده هستند بلکه هر کدام یک شخصیت مستقل هست و صاحب اراده هست و حق و حقوق خودشون داره حدیث به ما میگه که از این حدیث اینجا حفظ جامعه هم در و قدرت جامعه در این است که وحدت داشته باشه وحدت در برابر عوامل خارجی در برابر عوامل داخلی در برابر عواملی که داخلی گفتیم که عوامل این کاندر منحرف باشه وحدت برای کمک به همدیگر رفع مشکلات در برابر عوامل خارجی خب مشخص هست داخلی وقتی بحث امر معروف نهی هزمون کرد میاد که آقا یک چیز در جامعه میبینید از بدی هاست زشی هاست باید از بین برد نیاز به کمک هست باید به کمک هم دیگه بیشتابن. مشکلی داره باید برای اینکه مشکلش رو از بین ببری بشتابی این معنا این میشه که این معنا شد کل المؤمن للمؤمن کل بنیان یا شد و بعضوه و شما یک ساختمون دقت کنید یه سنگ انداخته یه جایی این سنگ ها شما جمع میکنید کنار هم دیگه میزارید و از مساله دیگه استفاده میکنید یک ساختمون زیبایی درست میکنید انسان خب یک موجود عزیزی است محترم هست بدون ایمان سرگردان هست ارزش خودش از دست میده ایمان داره حالا این کسانی که ایمان با هم دارن بعد با هم جمع بشن میگه تشکیل یک جامعه بدید پس این حدیث داره دعوت میده این که انسان انسان مؤمن تکرو تکرو و, و نشه تنها زندگی نکند اعتزالی زندگی نکنه اعتزالی یعنی اینکه خودش تک و تنها باشه کاری که نداشته باشه کاری به خیر و شر مردم نداشته باشه بر اون همیشه مردم وقتی میخوان کسی را مدح کنن میگن کاری به خیر و شر مردم نداره خب این اشتباه هست مؤمن بایستی در کنار برادر مؤمنش یه ساختمون بسازن جامعه بسازن یا شد و بعضو و در کنار همدیگه هستن تواصی به حق دارن تواصی به صبر دارن. اینجاست که ساخته میشه خب شما ساختمان سازی میکنید مواد مختلف رو جمع میکنید در کنار همدیگه قرار میدهید ساختمون ساختمان محکم بعد هم از اینکه این ساختمان ساخته شد باید دائما انسان نمیشه که ساختمان رهاش کنه که دائما نیاز به تعمیر داره به باز، بازرسی داره کجا نیازمند اینه که بار ده تعمیر بشود چه مشکلی داره جامعه هم به همین صورت است وقتی تشبیه به بنیان میشه این گونه هست دیگه دائما نیاز به آپدیت داره بازرسی دائمی داره مرتب باید به روز بشود ببینید که چه مشکلاتی هست کجا نیاز کجا خلل هست کجا نیاز به کمک هست کجا باید بیشتر کمک کرد کجا کم باید... همه اینها دائما از نظر فرهنگی کار بشه از نظر اقتصادی کار بشه از نظر چین مایوسی سیاسی فلان همه باید کار بشود خداوند میفرماند که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أَوْلِيَاءُ بعض يَأْمُرُونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ رسوله مردان وزنان مؤمن دوستان همدیگه هستند محبت همدیگه دارند خاطر امر بمعروف معروف میکنند همدیگه سفارش ميدان. از منکر باز میدارن نماز میخونن زکات میدن از خدا و پیامبر اطاعت میکنن پس میفرمایند که این محبت و ولایی که در بین مؤمنان هست چی میخواد نتیجهش مقتضی چی هست نتیجهش چی هست که یک نوع تعاون بر در امور بین همدیگه دارن در امری معروف نهی از منکر قبلا هم گفتیم که امری مردم نهی از منکر فقط این نیست که شما یک مساله کوچیکی ببینید در خونه در بازار در کوچه آره یه رو سرش نباشه روسریش نباشه حجابش بد باشه یا فلان باشه یا یکی آره جامعه این کنده در مثلا آقا بگو سیگار نکش یا فلان آقا ریشتو بذار ریشتو نزن فقط اینو در امر معروف نهی از منکر قرار بدیم کن اشتباه است در همه ی مسائل زندگی وارد میشه در بحث اعتقادات وارد میشه در بحث اقتصاد میاد سیاست میاد اجتماعیات میاد همه چیز وارد میشه بعد در همه امور عمومی و خصوصی خب و گفتیم که این حدیث وقتی میگه که مؤمن للمؤمن یعنی اینکه مؤمن نمیشه تنهایی زندگی کنه کاری به جامعه نداشته باشه پس تکروی تکروی ممنوع هست بدین خاطر ما در هر رکت نماز هر روز میگیم چی شما خودتون تنها هم نماز میخونید نماز سنت فرض میکنید دار تک... تکی میخونید اما میگید که ایا که عبدو و ایا نستعین استعین اهدن الصراط المستقیم همه سیقه جمع هست خدا تنها تو را میپرستیم تنها از تو کمک میخواهیم همه سیقه جمع ما را هدایت ده به راه مستقیم ما را همه جمع هست چون مؤمن در کنار مؤمن باید باشه یک احساسی داره که هر کس که بنده خداست و قبول کرده میگه که ما با همه با هم داریم تا رو میپرستیم همه با هم از تو کمک میخواهیم همه با هم از تو میخواهیم که ما را به راه راست دایت کن و با این وصفی که الان شده مؤمن للمؤمن کل بنیان شما در این ساختمان سازی خب مسائل مختلف هست درسته یه ای است که امکان داره نیاز کمتری باشه ولی خب نیاز هست یه ای هست که نیاز بیشتر هست بعد در مورد کیفیتش هم خب درجات هست میبینی تو جامعه هم همین گونه است مؤمنان هم درجات مختلف دارند اما همه به هم نیاز هست نمیشه از همدیگه استغنا کرد مؤمنان همه یک درجه نیستن در ایمانشون در فهمشون در عملشون عمل این میشه چه عمل دینیشون که بحث عبادات باشه و چه در بحث تجارت و صنعت اینان که بارد خودش عبادت هست در نظر اسلام همه اینها ما یکسان نیستیم گرایش ها و تمایل ها و تخصص ها هم یکسان نیست اما با همدیگه میگه که المؤمن و للمؤمن تل یا شد دو بعضا هم با هم همه میان این جامعه را میسازن نیاز به همه هست به دکتر هست به پزشک هست به معلم هست به, به, همه این همه نیاز هست کل جامعه به همه این تخصصات نیاز داره اما چیزی که اونها رو جمع میکنه ایمان هست ایمان به الله به آخرت به پیامبر به اینکه قرآن کتاب زندگی من هست به من راه و روش زندگی نشون میده در حديث ديگه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرون كي حديث نعمان بن بشير هست فرمودن كي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هيك مثال مؤمنان در ودشون حالا ود رو توضیح میدیم که چیه و همچنین در مورد رحمت قرار دادن همدیگر و لطف و تعاطف نسبت به همدیگه مثل یک جسد هستن مؤمنان همه مثل یک جسد هستند اگر عضوی از اعضای این جسد دچار بیماری بشود سایر اعضای این جسد شب بیدار هستند دچار تب میشند در روایت دیگه که در صحیح امام مسلم هست میگه که المسلمون که رجل واحد اذا علیه اذا اشتکا عینه اشتکا کلوه و ان اشتکا راسه اشتکا کلوه مؤمنان مثل یک مرد هستند یک جسد هستند اگه چشم درد کرد کل جسد درد میکنه اگه سرش درد میکنه کل جسد داره درد متعمل میشه خب توضیح خواهیم داد بعد از این تماس بحث ود و مرح... رحمت و و تعاطف آقا محمد بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله وقتون خیر باشه آقای حسینی علیکم خواهش بفرمایید خیلی تشکر کنم از برنامه‌تون خیلی واقعیت اینه که شما رو و جواب سوالمون از شما میگیریم و راهنمایی میشیم تو مسائل دینی اینا بالاخره مشکلاتی شبهاتی پیش میاد ما از شما استفاده میکنیم آیا حسینی از حقیقتش اینه که طبق اون موضوعی که شما دارید برنامهتون حقوق مسلمانان نسبت به هم دیگه خب خیلی چیز مهمیه مخصوصا در بین مسلمان ها که دیگه این همه مشکلات هستش که دیگه با اتحاد و وحدت میشه این مشکلات رو حل کرد حقیقتش اینه که آیه حسینی با توجه به اینکه به این شبکه های توحیدی ما دیگه وقت میذاریم و تو هم ملزم کردم به بچه ها و خانم و اینا بیشتر این برنامه رو ببینن چون بالاخره راه راهنمایی میفرمایید و استفاده میکنیم ولی خب متاسفانه من میبینم که هم دیگه فضا فضای عمومی اینجوریه که بعضی از شبکه ها اینا متاسفانه میان شبهاتی مطرح میکنن و واقعا خانواده ها رو سردرگم میکنن و متاسفانه و متاسفانه خیلی هم فعال هستند. بالاخره ما که دیگه تریبون که نداریم و به حرف ما هم که تو خونه بیشتر به به حرف شما ها گوش میکنن که صاحب رسانه هستید و دارید راهنمایی میکنید مخصوصا بعضی از این شبکه های مثل شبکه من و تو اینا متاسفانه برنامه های خیلی سخیفی دارن و میان برنامه های بقولی ابتزالی ابتضالی بقولی برنامه های بیعفتی رو ترویج میدن و منم برمیگردم به قولی حالا میخواستم این مسئله رو برای من حل بکنید و واقعا راهنمایی کنید برمیگردم مثلا تلویزیون رو میبندم و فرض مثال بالاخره اون شب کرم ببندم میرن یه جای دیگه میبینم بالاخره اینجوری نیست که دیگه تموم بشه بره الا اینکه من فکر میکنم یه مقدار باید در این زمینه گفته بشه و اونایی که به شما اعتماد دارن به حرفای شما و حرفهای شما رو قبول میکنن بشینم پای حرفای شما به شما گوش میکنم گوش بکنم و راهنمایی بشن الان این شبکه که گفتم یه برنامه داره به نام برنامه بفرمایید چوم این برنامه من یه بار دیدم اصلا زن و مرد مختلطن با هم غذا میپزن با هم غذا میخورن اصلا یه افتضاحیه یا برنامه شعر یادت نره یه افتضاح بازیایی در میارن بعد متاسفانه تاثیر میذارن رو خانواده ها. الان اختلاف ما تو خانوادهمون همینه یعنی واقعا نمیتونیم حل بکنیم خب چرا باید اینجوری بشه اگه شبکه های توحیدی من خواهشم اینه که برنامه بذارید روشنگری کنید راهنمایی بکنید خب تو خونه ما گاهن میبینم که نگاه میکنن بعد علاقه نشون میدم به شما خب اگه شما از زبان شما گفته بشه خب خیلی موثره تا از زبان من که مخالف این شبکه خب ولی از زبان شما بشنون که یه خیلی عالی تر میشه و میفهمن که یه کارشناس دینی داره این حرف رو میزنه خب یه مقدار روشنگری بکنید شبهاتی شبه که مطرح میکنن در در مورد مسائل قرآنی در مورد مسائل اسلامی و ترویج بیبندباری از این شبکه ها مخصوصا شبکه من تو واقعا وحشتناکه من خواهشم اینه که یه مقدار روشن بکنید و راهنمایی بشن خانواده استفاده کنم من ممنون میشم خیلی ممنون تشکر از پیشنهادتون خواهش میکنم خدا حفظتون کنه بله خب متاسفانه الان زمانی است که دیگه نمیشه جلوی یه شبکه ای را گرفت یا اینکه خانواده را در روشون بست و و با جهان خارج ارتباطشون رو قطع کرد میمونه که این یک حالتی داخلی ایمانی که برای انسان باید به وجود بیاد و این هم با توجه به اغراعاتی که متاسفانه خیلی از شبکه ها دارند بیبند و باری ها چون این چیزهایی که بیبند و باری ها معمولا انجام, انجام دادنش خیلی آسان هست و حتی محبوب نفس هست بدین خاطر کنترل نفس خیلی سخت است. کنترل کردن نفس همیشه این سخت هست که انسان کار بد و انجام نده ببین خاطر اینها گفته میشه تکالیف صبر اصلا صبر بنا کنترل کردن هست نفس خودتو کنترل کنی بتونی که انسان چه ایمانی باید داشته باشه که بتونه خودش رو کنترل کنه این ایمان و این کنترل کردن ها همیشه با ذکر خدا با یاد خدا با ایمانش با خشیتش از خدا از اینکه خدا حاضر و ناظر هست ولی بله اینها بعد واقعا روش کار می و نه فقط کار یک دو تا شبکه هست بلکه یک کار عمومی دست جمعی کار جبار است کار بسیار بزرگی است و نتیجه این هم طولانی مدت خواهد بود نتیجه که میده طور که کارهایی که اینها کردن از نظر فرهنگی خب به یک باره نتیجه نداده اینقدر کار کردن روی یک نسل دو نسل تا های بعدی تونستن واقعا این نسلی به وجود برن که ارتباطشون با اسلام فقط تو اسمه و هر کاری هم انجام میدن بعد خدا مسلمون هم میدونه اینه که واقعا نیاز به کار هست بایستی کار کرد حالا ما هم در حد توان این کار را انجام بدیم واقعا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در این مسائلی که صحبت میشه الان بحثی اینه که مسلمان چه حقی بر مسلمان داره که محبتی که داشته باشه او خوبت ایمانی که هست احادیثی که در این آمده چقدر اومده برای انسان سازی، برای رعایت حقوق دیگران برای که بدونه که واقعا برادر مسلمانت هست خب بحث نماز وقتی خدا مطرح میکنه که از فحشا و منکر باز میدارد همه اینها اسبابی است یا میگیم که وسیله هایی است برای رسیدن به تقوا که خداوند فرمودن که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یعنی این عبادت ها همه برای رسیدن به تقوا است حالا ما سعی و تلاش خودمون خواهیم کرد در این مورد همیشه به این مسائل تذکر داده میشه اما اینکه ما بخوایم اسم شبکه ببریم معذرت میخوایم نمیتونیم سراحتا بالاخره اسم شبکه ها برد از شما هم خواهش میکنیم که از بردن نام شبکه ها به صراحتا در برنامه ها خودداری بفرمایید در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دقت کنید که مؤمنان در مورد سه چیز میگه که مؤمن با مؤمن در ودش و در رحمتش و در تعاطفش اینها سه کلمه هستند هر کلمه یک باری داره معنا داره این نیست که رسول الله صلی کلمات پشت سر هم کرده باشه گفته باشد رسول الله خیلی بلیغ بودن و میدونستند که داره انسان سازی میکنه جامعه میسازه و این کلمات در زبان عربی هم معانی خاص خودشو داره کلمه ود وقتی ما نگاه میکنیم خب بعد از این تماس صحبت کنیم بله بفرمایید آقا احمد بفرمایید سلام علیکم آقای حسینی خسته و و رحمت الله و رکات. آقای حسینی ببخشید در مورد مطالبی که مودین در مورد ابو مصطفی اشتر یا عبدالله ابن دیش من گوش کردم خواهش میکنم مباحث تاریخی را هم برهان نیستن که مباحث تاریخی نقل قول، همه موارد را نقل کنید جامع باشه مثلا من در تاریخ خوندم خلیفه دوم بسیگت کرده بود به خلیفه بعدی که ابو موسی اشعری را چهار سال یا به گول یک سال بر مسند قضا بذاره نصب کنه یا تاریخ نوشته از طرف خلیفه آقای ابو موسی اشعری عزل شده یک بار امام عدی علیه السلام بعد از زنج تمر به ایشون امان داده یک بار بسر ابن ارطاق وقتی معاویه فرستاد برای بیعت ایشون برای ابو موسای اشعری به اسلام امان داده یا ما در روایات در تاریخ در تاریخ در تاریخ داریم که علی علیه در گنوت نماز به ایشون نم نمیگم قبول کنید تا میگم در تاریخ اون مطالبی که تحریف کردید رو اومده این مطالب هم اومده شما نظر کنید بگید اونم اومده اینم اومده ما اونا رو قبول نداریم وقت وقت قسمتی از تاریخ رو هست می کنید این به نظر بوده عادلانه نیست اون این طرف هم هست داخل شما تبا همه مصبت میگید منفی رو نه خود منفی نیستن که فوقش میگیم اشتباه کرده فوق تعمد دارید در نخوندن قسمتی از تاریخ بلند تاریخ تبری مثلا ابن سعد مثلا یعنی اصلاف انصاب الاسلاف مثلا تاریخ های آسی رو نمیگم تعمد دارید نمیخونید یا نه دلیل خاصی داره خیلی ممنون استفاده آقا احمد خیلی ممنون بله تماس بعدی آقای رضایی تا قبل از اینکه آقای رضایی وصل بشه من جواب آقای احمد رو بدم آقای احمد نه من در ابتدا هم گفتم که شخصیتی که ابو موسای اشعری در ذهن ما ایرانی ها ترسیم شده یک شخصیتی است که انسانی ساده هست نمیدونه من قبل اینو گفتم دیگه دیگه نیاز نیست شما همه میشناسید یعنی قد در مورد شخصیت ابو موسی اشعری رضی الله عنه بد گفته شده که آنچه که در ذهن هر ایرانی هست یک انسان ساده لوحی که فریب خورد همونطور که در مورد امر العاص فقط این که انسان مکاری است رو با هست در مورد معاویه اینگونه هست شما این, این نقش بسته دیگه معنای نیست من دارم بیام بگم که آب بله اینو اینطور چیزی گفتن این یکی یه اشاره در ابتدا فرمود دو آمد که مسائل تاریخی که قرآن نیست کاملا درست میفرمایید پس آنچه که در تاریخ تبری یا نسعد یا فلان اومده خب اینها مسلمات نیست نیازمند بحث و بررسی هست قرار نشده که هر چیزی که در تاریخ تبری اومده خودش نگفته که 100 درصد صحیح هست خودشون هم گفتن که با هر وقت چیزای شما در این تاریخ میشنوید میبینید که عقل قبول نمیکنه منو معذور بدارید من فقط نقل کردم برای شما خودتون صاحب عقل باشید در کنید بله آقای بفرمایید آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله و برکات متشکرم استاد از شنبه تا حالا موفق نشدیم زنگ داشته شما و استاد گاهن دا وقتی برنامه ها می میبینم اخیرا یکی دو ماهی اومدم در نحوه اجرا همزمان هم موضوع رو گوش میکنم نحوه اجرا رو هم می میبینم که به چه نحوه اجرا میکنی دیدم یک چیزی رو ابزار کار قرار داری ابزار دست بده و این که رو که میخوایی مطرح کنیم مثل حضرت علیه علیه السلام حضرات حسنه یا حضرت مخصوصا شخصیت هایی که محبوب امامیه حسن خب مثبت ها را مثبت هایی که تو ذهن سراغ نسبت این به این شخصیت را سراغ را میاری بعد تطبیق میکنی شخصیت مورد نظر را مثلا از تجربه های مثبت ها بعد یه سری منفی هایی که تو روایات ما هست که مثلا همون قصه مثلا تناب انداختن یا مثلا کنند از حضرت علی زد میگه زد شما و امام معتز میگه چطور میشه چطور میشه؟, میشه که این مسئله با این یه به شخصیت مثل حضرت علی این طور رفتار کرده باشن یعنی وقتی که اون شخصیتی رو که میخوای پرداختش کنی مخاطبت را آماده میکنی برای پذیرش این ها قبول میکنه که باید چنین شخصیتی باید چنین جاگاه مثبت و استفاده مثبتی هم داشته باشه بعد میگه چطور میشه این همچیزایی منفی باش باشه و وقتی با اینا نباشه با اون نمیتونه این چنین شخصیتی باشد در صورت یال که حالا قبل از اینکه باز کنم یه چند سال قرآنی برای شما بزنم قرآن از دید ما انبیا شخصیت هایی هستند که همه اشجا و ناسند اعدل و ناسند ناسن، این همه کمالات دارن و قرآن فرماد حضرت زود علیه السلام و دعاهو و دعاهو قومهو یهرعون علیه و من و کانو یعملون از سیاد یا بنات آقا چی تو میشه پیغمبر خدا ریختن در خونش از مهموناش تقاضای عملش تنعی میکنند عمل منافی افت میکنن مگل آی قوم این دختران من داد. اینجا باید حضرت نو لوط اگر در قرآن نبود مثلا در روایت بود یا در تاریخ آقا میگه میشه می حضرت لوت چنین کاری کرده باشد یا همچنین چیزی بوده باشد چکار کردن؟ نه کردن حضرت لوت علیه السلام؟ حضرت لوب تلاوات با وقتی که اینا حجوم آوردن و او خواسته چه مضموم از حضرت میخواستن مهمورات به ما واگذار کن و چیز فرمودن ها بناتی تبدیلشون را میخواستن از پسرها به دخترها جلد یعنی اون کار زش رو باید با, با دخترها انجام بدید؟ منظورتون نه؟ نه نه یادو بالله نه اون ما برداشت کردیم این است که اینجا غضب خدا در این اجتماع بود که اگر حضرت لوط و دعوتش رو پذیرفته بودن که فکر شومشون را از اون مسئله یه چیز رها میکردن و به این طرف توجه میکردن اونی که حضرت لوط میفرمود به دخترها توجه کنید این دست بلا میشد اما خب این نصف قرآن است این من نفهمیدم الان منظورتون دقت این آیه رو با هم دیگه بخونیم من نمیخواستم حرفتون رو قطع کنم چندین مسئله رو بعد یک مسئله دیگه هم مطرحش میکنم اول چون در مورد ذات یکی از پیامبران خدا بود خب قضیه خیلی سنگینتر تر هست از اون شخصیت هایی که شما میفرمایید که محبوب امامیه هستند بالاخره پیامبر تا اصحاب خیلی فرق میکنند با یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین خاندان یک نبی هست دقت کن این آیه رو با هم دیگه آقای رضایی چی میفرمند که و جا او اهو قومه یهرعون الیه یعنی بعد از اینکه فرشتگان در شکل انسانهای های جوون اومدن قومه یهرعون الیه من اینو یه دقیقه ببخشید وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات آه، مفرونكي كي قومشون شتابان اومدن به خونه حضرت ومن قبل كانوا يعملون السيئات دقت خداوند چی از انجام قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم اینها دختران من هستند برای شما پاکیزه هستند وقتی که فرمودن که من قبل کانو و یعملون از کارهای بد و انجام میدادن هیچ انسانی که عقل داره ایمان داره برداشتش این نمیشه که حضرت نوگه نو حضرت لوط داره میگه که بیاد با دختران من این کار انجام بدید بلکه یا دعوت به ازدواج هست یا حتی چون پیامبر هر قوم مثل پدری آن قوم هست همسرانشون به عنوان دختر مثل دختران او هستند بحث ابوت نبوتی مثل یک نبی مثل یک پدری است مثل پدر این هاست میگه اونها دختران من هستن پیش شما هستن همسرانتون با اونها اون چیزی که خدا براتون قرار داده نه اینکه از راهی که شایسته انسان نیست چه با مرد باشه چه با زن باشه هر دو تاش است نادرست است جزء س... سیئات هست و من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم اینو فقط میخواستم بگم که این برداشت نشه که حضرت نوح داره میگه بیاد با دخترای من این کارو بعدو انجام بدید چرا که خداوند از قبل فرمودن که یعمل من قبل کانوا یعملون السیئات این کار زشت هست هستند به خاطر اینکه خداوند این جا را برای این کار قرار نداده حالا چه با مرد باشه بله. چه با زن باشه بله من با آمادگی ذهنی ذهنم بر همین معنای حضرت عالی اشاره ذهنم از این مسئله پر بود که حضرت عالی لعوت نکرد که علیات رو به لاس پسرها رو راو بیا بیان نوزن به لاس پسرها بله متلزمن از راه مشروع که اولین راه مشروع این است که باید نگاه انجام بشود اما میخوام بگم اگر این مسئله در روایت بود شاید برای کسی که میخواد این قصه رو گوش کنم با آقا میگه میشه یه شخصیت بیام بعد بیخن در خونه میگن مهمونات به ما بده ما عملش تنی و بعد حضرت بگه آها آه بناتی حالا به همون لحظه الفاظ شما میفرمایید وقتی شما اینطور مخاطبت را شخصیت حضرت علی را میگه حضرت علی اون قهرمان خیبر اون قهرمان اهود اون چی مگه میشه نسو و حمله کنن به اونش مخاطب وقتی ذهنش نسبت به این منفی هایی که انا منفی هست آمادگی نداره و میگه نمیشه تقصیت اینجوری با این تقصیت های اون دور که شما مطرح میکنید با اون صفات مصبت حالا بحثمون آقای آقای رضایی بحثمون یک کمی بیرون رفتید خیلی بحثمون امروز در این مورد نبود ما بحثمون در مسئله دیگه در حدیث بود الان برمیگردم استاد الان برمیگردم بعد در کنار در... میگم هر در... کدا در... من برنامه در... که رصد میکنم دم یکی از ابزاری که استفاده میکنید وقتی میخواد یه همچین مسائل بعد بگیم با مگر میشود همه اموز هم میگه دو مورد مگر میشود چطور میشود مگر میشود اینطوری چیز می جلو اما راضی به که امروز فرمودید حالا یک قبل از این, این مصر... که بریم یه جای ببخشید این قیاس هایی که شما میکنید چه برای اثبات امامت چه برای اثبات این مظلومیتی که ادعا می شود در بحث اثبات امامت مثلا وقتی که میگید که حضرت هادی کودک بود درسته کدامشون که کودک بودن بعد میگه که پدرشون رو به امامت انتخاب کرد و امام شد بعد از پدر خب که بعض شیان خب این کسی که نمیتونه خودش پیام، پدرش براش وسیع مال قرار داده چطور شده به عنوان امام استدلال میکنن که بله حضرت عیسی هم علیه السلام در کودکی صحبت کرد و آتینا و حکم سبی در مورد زکریاس و در مورد عیسی علیه السلام اس... یعنی میایید قیاس میکنید خب پس اون پیامبر خدا وقتی که در کودکی صحبت کرد و حالا اشکال نداره امام هم باشه اینجا هم یه قیاس میکنه که اصلا هیچ ارتباطی نداره بحث حضرت علی اون حمله که به خونش کش ادعا میکنید میشه هیچ ارتباطی با این قضیه نداره در اینجا, در اینجا هم حضرت لود فرماند که لو ان لی بكم قوه او او لا هیچ کس ایمان بهش نیاورده بود خب خود حتی زنش هم بهش ایمان نیاورده بود خب دو تا دخترش بود و خودش بودن که اینها ایمان آورده بودن بعد گفتن که حرکت کنید برید اینجا هم میگه که لو ان لی بکم قوه اگه من قدرتی داشتم جلوتون میگرفتم خب شما هم از اون طرف میگید حضرت علی که قهرمان خیبر بوده فاتح خیبر بوده این گونه بود این گونه سکوت میکنه میشینه فاطمه میره در و باز کنه رضی الله عنه من فقط اینو بگم که این قیاس هایی که میکنید هیچ ارتباطی نداره با مسئله که ساختید یعنی این چیزی میسازن بعد میان قیاساشو درست میکنن از قرآن میگن که بله ها حضرت لوط هم علیه السلام نتونستن دفاع کنند حضرت لوط هم گفت که لو ان لی بكم قوه حضرت علی هم گفت اگه من چل نفر داشتم با اینا میجنگیدم اون اون روز اون بحثا رو کردیم تموم شد ولی یه سوال آقای آقای چید. اولا آقای این شخصیت هایی که شما گفتید که محبوب امامیه هست اولا که این شخصیت ها ما میگیم شخصیت ها اهل سنت هستند شخصت ما هستن مال خودمونه ما اصلا نمیگیم که مح... مسئله محبوبیت برای شماست ما اینا میگیم که شخصیت هایی که از اهل سنت هستن اینها س... اصلا سنی بودن این اعتقاد ماست ما برای, برا اینها ارزش قائل هستیم اگر هم اختلافی داشتن مثل که خیلی طبیعی بوده همونطور که بین حضرت علی و حضرت عباس اموشون در قضیه فدک هم اختلاف بود آیا معناش اینه که دیگه انسان بغض بگیم که اینا بغض هم دیگه داشتن یا بغض که داشته باشیم محبت یکی داشته باشیم نه ما همه رو دوست داریم اشتباه اون مسائل اختلافی که بوده جای خودش اما این سوال پیش میاد به نظر شما من این با توجه به یک آیه میخوام به این برسم الان به نظر شما چقدر یهود و در معذرت میخوام بلندگان عزیز در این که میگن ما پیرو موسا هستیم این رو قبول دارید؟ آه، چه شان که حضرت موسی علیه السلام و یا پیروان خوش حضرت, حضرت عیسی علیه و السلام هیچ کدوم ادعاشون هیچ کدوم باشونا ادعاشمون رو قبول نداریم اما در خصوص مطلبی که شما چرا قبول ندارید؟ چرا, چرا قبول ندارید؟ به خاطر اینکه به خاطر اینکه اون چی که اینها ادعا میکنن با اون چی که در اوصاف حمیده حضرت موسی علیه السلام و قرآن ما رو بود میده اینا هیچ مطابقت نمیکنه قرآن هم میفرماد اینا تحریف کردن خب حالا این سوال برای من پیش میاد که آیا شما واقعا در این ادعاهایی که میکنید این چیزهایی که نسبت میدید به حضرت علی با اون اوصاف زیبایی که دارند تطابق داره؟ الان خدمت شما عرض میگذارد. شما ببینید جناب استاد من بارها با شما وقتی صحبت کردم وقتی به همین مطلب میرسم که یا ایها النبی قل از وادو که و بناتک میفرمایید که این بناتک یعنی یعنی زنا زنای پیغمبر با قدم بعد دخترای و به دخترای, دخترای میگه هجاب بپوشید من بارها گفتم وقتی این بنات را اینجا منظور بنات امت هن دخترای امت که در حساب دنبالش, دنبالش دنبالش دار... بخون و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن یا ایها النبی قل ازواجك و بناتك و, و نساء المؤمنين اونجا که اینجا دختران خودش هست نساء المؤمنين اومده چهار تا برنامه شما رفتید با آقای موحد سه تا چهار بله. تا برنامه رفتید که تو یه برنامه ای که چند نفر درست کردم مراسم تعزیه خونی آقای موحد کلیت کرده بود ای مثلا این مسئله میگه این جایگاه حضرت علی اینجا گذاشته خونه من نشد رو بعد از شما چرا شما همون جا سه رو بر از جا حضرت علی رو تو طریقه پیدا کنید uh, وقتی ما تموم شد خیلی فرق میکن آقای رضایی وقتی بخشید معذرت میخوام وقتی ما تموم شده دو دقیقه از وقتمون گذشته یه <تصفح> <تصفح> بیننده دیم بسید پوش خط داریم ولی خب با این حال اصلا من میگم قیاسایی که قیاس که میکنید خیلی عجیب هست خب اونجا حضرت علی رضی الله عنه مشغول غسل پیامبر پیامبر رو میشستن خب فرق میکنه اونجا از مهاج... انصار جمع شده بودن که خلیفه ای کنن اینها سری رفتن دیگه جای نبود که با بیاتم 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 با سری یکی بهشون گفت خبر دادن رفتن تموم شد این یکی و اصلا قابل مقایسه نیست این قضایا من اینو خواستم بگم که تلک امت قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبت من خیلی جاها وقتی نگاه میکنم ادعایی که امامیه در مورد پیرویشون از اهل بیت هست مثل همین ادعای اهل کتاب در پیروی از انبیاشون هست همونطور که قرآن این ادعای اونها را تکسیب میکنه حقایق و اعتقاداتشون هم این ادعا را تکسیب میکنه که شما واقعا پیرو اهل بیت باشید اون اوصافی که شما برای اهل بیت قائل هستید از اینکه عالم الغیب هستن امام اند الله هستن بعد صفات ترسی میدید تقیه کی میدید دعوت نرسوندن همه اینها تناقض داره من خودم این برین باور هستم حقیقتا که این آیه تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبت فقط این در حد یک ادعا میمونه که شما ادعا کنید و حقایق داره اینو تکذیب میکنه میگین ادعایی که شما میکنید در پیروی از اهل بیت کلا یک ادعای و ادعایی که اساسی نداره اتاق برمان وقت میدید تماس بگیریم یاد برنامه پایان میرسونیم خب ما وقت اون تموم شده از اون بیننده عزیزمون که پوش خط هستن بسیار بسیار معذرت میخوام از وقت اونم گذشته و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته